یعنی بین هر جفتگره یه جای کلید باز میشه. ما قرار شد کلیدا رو ذخیره کنیم. پس توی این سیستم میان میگن که آقا ما بین هر جفت کلید هر جفتگره کلید نمیکنیم. ما یه استخر میذاریم پر کلید. اسمش رو گذاشتن کلید پول. استخر کلید. هر گره ای قبل ورودش به شبکه میره تا تا از این کلیدا برمیداره ذخیره میکنه. هر دوتا گره ای که کنار هم باشن از لحاظ فیزیکی میخوام با هم ارتباط برقرار بکنم، اگه کلید مشترک داشته باشم میتونم با هم ارتباط برقرار کنم، از اون کلید مشترک استفاده کنم. اگه کلید مشترک هم داشته باشم یه خاکی من بسرش رو ببیزم که من الان اون خاکه رو ببینش کلیده رو بقیه هم ممکنه داشته باشم اونتا حالا آره مشکل یه حد مشکل اون هاتا کلیده رو یونیفورملی انتخاب میکنن. حالا بعدا میبینیم که بعضی هم که اصلا یونیفورملی انتخاب نکنن که اون هاتا رو هم دیگر رو اسمشو میزنن کیرین حلقه کلید حلقه هست کلید رو کلید خب از این بسید این سورس نود بچه ها رو دهیه این نود سی دستینیشن نوده اگه بشمارید واقعا سی تا نوده احتمال کنید این میخواد این بسته ها رو بفرسته اینجا واسه این بسته ها رو بفرسته اینجا اول مسیر فیزیکی رو مشخص میکنه این لینک ها قرمزه این متاسفانه پروژکتور ها بود چون الان یه سر لینک سخت میاد اونو نمیدونم چرا اگه میخواد بشون مسیر فیزیکی که متوجه میشه که یعنی این دوتا نزدیک همه تو برد راتبی همه اینه به ازای هر گام فیزیکی میاد چک میکنه میبینه که کلید مشترک داره یا نه اینجا کار رو گرفتیم دو هر کدومشون دوتا کلید دارن این کلید 10 و کلید 25 رو ذخیره کرده این کلید 10 و کلید 3 رو ذخیره کرده میدونم نمیتونید بخونید کلید دهشون مشترکه پس میتونن رمز کنن و با این کلید مشترکه رمز میکنن رمز که شد بفرسته بید به ازای هر گام فیزیکی این کار رو تکرار میکنه تا اینکه برسه به یه جایی که کلیدشون رو نداشته باشن دیدید باید اینجا رمزش باز حالا چک میکنه با بعدی بازم داره این کلید ده داره این هم کلید ده داره نه 29 برشت این کلید 29 داره این هم 29 دیدید بازم باز با بعدیش چک میکنه نداره وقتی که نداره چیکار میکنه به ازای اون گام فیزیکی یه مسیر کلیدی پیدا میکنه که از اینجا شروع بشه به اینجا خط بشه مسیر کلیدی یعنی که این یک کلید مشترک با این داره این با این داره این با این داره این با این داره حالا که این کلیده هست این با یک کلید مشترک رمز میکنه میفرسته به اون اون رمز رو باز میکنه دوباره رمز میکنه میفرسته به بعدی این رمز رو باز میکنه هی میبینید فرق میشه از چه اینا همه رنگ‌های مختلف پروژکتور احمق نشون میده من کلی زحمت کشیدم من چشامو از دست دادم که بتونم این اسلاید رو بگیرم به رضای این یه دونه اسلاید من یه روز کامل باورتون شاید نشه ولی واقعا کسی اسلاید درست میکنم میفهمم کلی مشکل دارید اینی که رایدی رو میدونم کلی مشکل دارید همه دارم باز میکنم تمام این مسیر داره باز میکنه بستر رو دیدید این سوالش هم میدرسن شد تمام مسیر داره این رو باز میکنم خب پس ما چه غلطی کرده این مثلا قرار کسی نتونه ببینه حواستون باشه ما من تمام گراهای اطراف هم میشنیدم چی داری میگی الان دیگه گراهای اطراف نمیفهم من چی داری میگی فقط گراهایی که باز میکنم و میبندم تو مسیرات را یعنی اگه کسی از خارج از شبکه میاد وایسه اینجوری کنارمون تو برد رادیویمون باشه هیچی نمیفهم چون رفت شده مگر اینکه پارتیسیپیتینگ داشته باشه و اینکه مشارکت داشته باشه توی اون عمل حالا ببینید بچه ها اینجا به اتفاق جالب دیگه میفته دوباره رد ببین میاد اونجا باز بسته تا اینکه برسته باشه
حالا جالبش اینجا بود که این بعدش دوباره باید میفرستن اینجا، این تازه یه دوره از اینجا برگشت اینجا دوباره میفرستن اون وقت. این که کلید مشترک داشت با این از اینجا تا آخر مسیر هم همه کلید مشترک با هم دارن باز میشه و دقت کنید یه ضربه من خوشحال شم که میبینید این باز میشه بسته میشه، این رم شد رمزش باز شد دوباره رم شد باز شد. خاله بالاخره پروتوکولش اینجوریه که این دوباره میرسه به این پای نداره بقیه یه مسیر از دوباره بعد از اینجا رد میشه. بابا اونی مشکل نکنه آبا یه دوری تو آقا دیشه بخواه آره کلیدا آیدی دارن شماره دارن آره میگم اجازه میگم سوال خیلی مشکل دارین صف کنید صف کنید اگه کسی مشکلی به ذهنش میرسه تو یه جای یادداشت بکنه حواس میرسه. حالا این سیمتریک بود آسیمتریک چیه؟ آسیمتریک میگه آها تو سیمتریک ما میگیم همه کلیدا سیکرت بودن، یعنی اگه کسی بتونه بیاد یه جوری کالکت بکنه همه کلیدا رو که احتمالاً با تحت تصرف در آوردن چند تا کلیدا میتونه این کار رو بکنه. مثلا فرض کنید که کل کلیدا 10 تا بود، نفری هم 2 تا برداشته بود، این اگه بدونه هر کی چی برداشته 5 تا از گیره ها رو تحت تصرف در بیاره میفهمه. بعد دقت داشته باشید این گیره های ساده ای هم دیگه اونایی بودن این تو این خط های مثلا لاین اتوبان بودن یا رو میره باید هیچ گوشتی اینا رو در میاره این ریورس انجینیرینگ در نفسی به دست آوردن اینا خیلی واحد آسیمتری که چی میگه؟ میگه که آقا توی شبکه‌ای که انتا گره داره هر کدومشون هم کلید خصوصی کلید عمومی خودشون رو دارن، کلید عمومی ها عمومیه دیگه پس اینا رو دیستریبیوت کنیم. چجوری دیستریبیوت کنیم تو کیپ ریدیستریبیوشنش؟ اینه که هاتا از هاتاشون رو یونیفرملی فعلا بر انتاس دیگه مثل اونجا نیست که اصلا یک کیپ بودی داشته باشه یک کار اینجا میگه کیپوله همون امتا رو بنداز توش پابلیکا رو هر کی میخواد بره تو شبکه پابلیک هم هست دیگه هر کی هاتا برداره اشمش کشید بیشتر برداره هیچ ضرری نداره چون کلیده اصلا کلا پابلیکه منطقه فعلا هاتا برداره که بتونیم محاسبات لازم رو انجام بدیم. چه جاله؟ امتا گرن هر کدوم هاتا کلید برمونی رو برداشت، یعنی با هاتا میتونه ارتباط سیکیور داشته باشه مستقیم با انمن های های من های یکی به صورت مستقیم نمیتونه ارتباط داشته باشه. اینو ما به گراف بدونیم بکشیم چی میشه گرافش؟ یه گرافی که هر گره اون یه نوده هر کلیدش یه دونه یاده هاتا برداشته هر گرهی میتونه به هاتا مستقیم سکیورلی بفرسته. لزوماً یال ها برعکس نیستن، یعنی وقتی من کلید شما رو دارم لزومی نداره شما کلید من رو داشته باشید. پس یه گراف پارابولار دیرکتد بهمون میده که ما میتونیم کلی کار روش انجام بدیم، کلی تحلیل میتونیم روش انجام بدیم. اینم ببینید به مورد دوباره هامون دو تا پابلیک کی گرفتیم اینجا سیستم فرق میکنه. اینجا میگیم چی؟ من میگم این نود یک به نود سی میخواد بفرسته، آیا تو کلیداش کلید نود سی رو داره؟ چک میکنم این کلید نود سی رو داره و نود ده رو کلید عمومی هاشون رو داره. کلید عمومی ها یک نود سه و ده رو بازش هم کلید عمومی ها یک نود سه و نود ده رو داره به نود 3 و نود 10 میخواد بفرسته. میتونه بفرسته این یکیشون رو انتخاب میکنه به یه تغییر بی سعی میکنه چک بکنه ببینه که
رو چک کنم ببینید این مسیر کلیدی پیدا می‌کنه. مسیر کلیدی یعنی چی؟ این با کلید عمومی اینو داره. اینم کلید عمومی گره 20 رو داره. اینم کلید عمومی دیستینیشن رو داره. با کلید عمومی گره 10 اگر رمز بکنه هیچ کس دیگه نمیتونه باز بکنه به جز خود گره 10. ولی این فلش بزرگه که کشیدیم یه فلش لوجیکاله، یعنی واقعا مسیر فیزیکی از اینجا به اینجا ممکنه وجود نداشته باشه، یعنی وجود داشته باشه از یه سری نود دیگه میگذره، ولی خوبیش اینه که اینجا دیگه هیچ کس نمیگه، اینجا دیگه به جز این و این هیچ کس نمیگه. این با کلید عمومیه، این رمز میخواد هیچ کس دیگه نمیتونه باز بکنه مگر خودش با کلید خصوصی، و به این ترتیب داستان ادامه پیدا میکنه. من 10 دقیقه دیگه وقت دارم چون نهارو شروع کردیم، تو 10 دقیقه دیگه تموم میکنم صبر کنیم. این دیویر اومد اینجا باز کرد، دوباره با کلید عمومی گره 20 رمز میکنه، از طریق مسیر فیزیکی میفرسته واسه اون. این وسط دیگه رمزش باز و بسته نمیشه، اینا رمز شده میره، فقط اینجا و اینجا باز شد. و مرحله آخر دوباره با کلید عمومی گره دستینیشن رمز میکنه، میفرسته دستینیشن، دستینیشن میشه باز. حال کردی تا اینجا شو؟ اینو من ارائه کردم. خب خیلی چلنج های زیادی ما داریم، خیلی هم واضحه، همه تو ذهن همه تو کلی سواله. آقا ما دیرکت سیکلور پر نداریم، مسیر مستقیم سیکلور نداریم، همش داریم از طریق یه سری گله یه میفرستیم، اینا باز میکنن میبندن دوباره میفرستیم و الی آخر. و این یکی از بزرگترین مشکلات کیپ ریدیستریبیوشنه. ولی تو اسلاید قبلیه دیدیم که ما از این که کل شبکه بتونه این رو ببینه تقلیل دادیم، پس خلاف به اینه فقط دو تا گره ایدی که میتونه رو ببینه. با چقدر هزینه؟ اسلاید قبلیه من یک کلک سوار کردم، گفتم هر کی فقط دو تا کلید داره، ولی اگر واقعا دو تا کلید داشته باشه واقعا مسیر هست. خود این مسئله است. آیا کانکت میمونه شبکه به صورت سیکیور یا نه؟ چقدر باید کلید ذخیره بکنه که بتونه ارتباط برقرار کنه؟ اون کیپده، اونجایی که ما مسیر کلیدی پیدا میکنیم، اون چطور باید باشه؟ اصلا چطور پیدا میشه؟ اصلا قد چقدیه؟ این وسط ما intermediate decryption encryption process داریم، یعنی گره وسطی رو باز میکنن میبندن، این خودش مشکل امنیتی داره، خود این داره میخونه، میتونه عوض کنه، هم بلایی میتونه سرش بیاره. کیپر لنزه طولش چقدره؟ اوورال پدلنز چقدر؟ آقا ما یه زمان پرفورمنس بچه ها ما الان داریم میفرسیم یه جایی از شبکه رمز میکنه فلان، ولی این از طریق گراه فیزیکی میره و اونجا از طریق گراه فیزیکی میره یه جایی دیگه از طریق گراه فیزیکی میره. طول این مسئله رو چند برابر کردیم احتمالا. آقا ما بگیم هر کی یونیفرملی برداره کلید خیلی پردنبیلیه، روش های بهتری نیست یه مقداری هوشمندانه تر باشه که ارتباط رو بهتر برقرار کنه. حالا همه اینا قبول، آقا کلید برداشتیم، مسیر هست فلان، آقا این مسیر رو ما چجوری پیدا کنیم؟ ما این مسیر کلیدی باید باید پیدا کنیم، بعد به ازای هر گام این مسیر کلیدی باید مسیر فیزیکی پیدا کنیم. اینو چطور میتونیم پیدا کنیم؟ اصلا مسیر اپتیمال میتونیم پیدا کنیم؟ من سیمتری پر آجابش نمیخوام یه حرف بزنم، تو همون یه دونه مثالی که زدم دیدید که چقدر مشکل داشت. هر گیاره یه بار انکرپشن دکرپشن باید دکرپشن انکرپشن باید انجام میداد، ولی خیلی فرق. من راجع به آسیمتری میخوام صحبت کنم، اولا به خاطر این ریزالتش مال خودمه، دوم به خاطر این که میزان امنیتش رو شما تا
اینجا دیدید و تاسک کنید به من اعتماد بکنید خیلی بهتر از اون جواب میده، مشکلاتش هم تقریبا قرار میزونه. تنها مزیتی که سیمتریکه به آسیمتریک داره اینه که سیمتریکی کریپتوگرافی انرژی هم تری هست هم فیسیتی محاسبات شد ولی اون رو همون راه حلی گذاشته. در نتیجه از اونجا به بعدش رو توی این 7-8 دقیقه که در اون باقی مونده من فقط راجع به آسیمتریک رو صحبت کنم. این مشکلاتی که گفتم که آسیمتریک چطور حل شده رو میخوام راجع بهشون صحبت کنم. اول مسئله که میخوام صحبت کنم اینه که کانکتیویتی پروبابیلیتیه. آقا ما هر کی رفت تو شبکه 5 تا کلید برداشت مثلا، در صورتی که شبکه 500 تا اله داره، کی میگه مسیر کلیدی وجود داره؟ کی میگه من اینو که همتون میتونید حساب بکنید احتمال اینکه من کلید دیستینیشن رو داشته باشم چقدره؟ 5 تا کلید دارم کل شبکه 500 تا دارم یه سوم تقریبا 5499 هم چون یکیش خودم یک سوم تقریبا. ولی این که کلید یکی دیگر داشته باشم یا اون کلید داشته باشه به مقصد به این میگیم احتمال کانکتیویتی کلیدی. احتمال اینکه از مسیر کلیدی داشته باشیم چقدره؟ این رو ما اومدیم ریاضی حساب کردیم فکرم جالبه دیگه این احتماله این احتمال خیلی جالبیه. ما این رو گراف اومدیم حساب کردیم، ما یه گراف دیرکتد پارابولار داشتیم، یعنی احتمال وجود مسیر بین دو تا گره توی اونه. این یه فرمول ساده‌ای میشه به این ترتیب که این احتمال بزرگتر مساوی یک امکانه یه همچین چیزیه. یعنی این یه ذره پیچیده بود رفیق و اف دوش رو من حذف کردم و نشنشم رفیق اف دو. ما یه رو ریاضی اشراف کردیم برای کامل دقیق به بعد هم کردیم جیسی شب کردیم. آقا این یعنی چی؟ الان این پی از صفر داره میره تا ان دوم بعد انتخاب پی از الیمنت های دو این رو چجوری حساب کردیم؟ آقا اینا چفتو برده این رو بذاریم کنار. این نتیجه تهش این میشه که نتیجه اینجا داره for any value of n برای هر any 5 10 100 1000 میلیون 10 میلیون 10 میلیارد و همین قانون ترابزاری سه یعنی هر ایره فقط سه تا کلید ذخیره داره احتمال وجود مسیر از 99.9% بالاست. دروغ به نظر میرسه نه؟ یعنی ما 1,000,000 تا گره داشته باشیم و فقط 3 تا کلید ذخیره بکنیم به احتمال 99.9% ما مسیر دوستتون میگه که خب مسیر هست، مسیر طولانیه، خیلی طولانیه، برو چی کار میخوایی بکنید؟ من میگم آفرین، این رو همش باید میکنید، های داره که کیپرنر روش باید میکنید، یعنی تو اون گراف خارق‌العاده دیرکته اون طول مسیر چقدر این هم یه فرمول خیلی ساده شد وقتی اثبات کردیم این متوسط طول مسیر یک گنوم سابیشن یک چیزیه که این تی آیلمنت های یکی مجموعه است، اس آیلمنت های یک هم این مجموعه است. این مجموعه ها از اردل این هم ولی بچه این هم پایین نفس کنشیم یه خلاصش میشه این که یه ذره محاسبات اگر بکنیم یه ذره تبلیغ محاسبات عددی هم بکنم یه ذره محاسبات اگر بکنید میبینید که رو به این شکل برازش بکنید این اردری از لاین در مجموعه ها دقیقش هم اگر بخواید دقیق‌ترش رو تقریبا برابر لاین در مجموعه های به اضافه 25 صدمه یعنی توی شبکه این که 1,000,000 گره داره با ذخیره فقط 10 تا کلید طول مسیر لنزنگاریش میشه 1,000,000 در مجموعه 10 میشه 6 به اضافه 25 صدمه شیش گام و خورده ایم
خب سیکیور پس چیه؟ اشاره کردم که وقت نداریش. من 4 دقیقه یه وقت دارم آقای محمدی. 4 دقیقه یه وقت دارم. مرسی. میتونی ببینی من بیرم تو ویدیو رو باید عوض میکنم. اونم میروش. خب بست سیکیور پس چیه؟ بچه ها؟ ما همچنان وقتی طول مسیر کریپتوگرافی 6.25 خب اولا ما میتونیم به جای 10 تا کلید 100 تا کلید بزنیم، 100 تا کلید بزنیم چه سه؟ سه رو خوب قبوله؟ پس ما اون مسیره رو میتونیم خیلی کوتاه کنیم. مسیره که سه باشه یعنی فقط دو تا ایر اون وسط هست، دو تا ایر اون وسط هست یعنی فقط دو تا ایر هم که اینو باز رسته میکنه. این مسیره رو چطور پیدا کنیم بهترین حالتش باشه؟ کمترین تعداد دکلپشن انکلپشن توش باشه. این یه راوتین الگوریتم های معمولی هست که برای شرط های ملتی هاف پروپوز شدن. ما میتونیم این رو دو بار استفاده بکنیم، یه بار مسیر فیزیکی رو مسیر کلیدی رو پیدا کنیم، یه بار به ازای مسیر کلیدی مسیر رو معادل فیزیکیش رو پیدا بکنیم. ولی ما این ما نشون دادیم که این اپتیمال نیست و مسیر اپتیمالش رو واسه چیه لینیرو پروگرامینگ می نوشتیم. این بچه هایی که از روی چیز رو دوست دارن این لینیرو پروگرامینگ کشه، این لینیرو پروگرامینگش بولیانه. بچه هایی که این کارن می دونن بولیان لینیرو پروگرامینگ توی پولینومیال ترم قابل حل نیست. توی اون 21 مسئله کار این یکی از اون هاست. ما این وقت رو دادیم این رو هم نکردیم چون خیلی کام اون تا جواب اینو پیدا کردیم. توی زمان جواب این لینیر پروگرامینگ رو پیدا کردیم. علاوه بر این یه مقاله دیگه دادیم که این کامپلکسیتیش باید زیاد باید پولینومیال تایم رو با کامپلکسیتی خیلی 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 پایین تری این رو پیدا به عنوان سامری رو نمیگم، همین رو گفتم خلاصش کنی سامری هم اومده. من فقط به فهمیت این رو نگم آفن چلنج داریم کلی بیرون بیرد از هم بپرسید بهتون بگم الان در آن میکنند اینا همش مقالات خودم میکرد چون این استایدار رو درست کردم و مای وارمش افرشیشن تو آدم های باشون کار کردن جناب های دکتر مرفر معرفه از روی هستن همایون نیشوی زاده داشتن یوسی های خانم دکتر سی ام جانی داشتن اندیره چه سوئل آقای دکتر انتظاری داشتن انسانت خانم دکتر فاطمه قاسمی دانشگاه تهران احسان امام جمعه زاده یو اس سی دوست داشتن یک چیزی راجبش بگم فرصت نمیشه اشکان ای پی ال ال نوروزی فرد به نام شهبازی قرار بود تاک داشته باشه نمیدونم چرا اسمش حذف شد یو سی ال ای امیر عباس صادقیان استنفورد هر سروش رضایی رو بشناسید سوریلندی داداششه شهباز رضایی یو سی دیویز محسن میلانی پردو مرتضا گلپنی فرد همینجا خودمون داشته شدید مهدی احمدی خانومشه که خاطر همین کشید اما عکس رو دانشجوی خودمون خانم زهرا مولادلو داشته داشته شاهد بود رامین فلاحزاده پستاک استنفورد الان برای تون آرزوی موفقیت میکنم بسیاری